در حالی که تنها ساعاتی تا اعلام نتیجه نهایی نخستین انتخابات آزاد در تونس باقی مانده، حزب اسلامگرایان نهضت اعلام کرده که پیروز نهایی این انتخابات خواهد بود. اعضای این حزب میگویند موفق شدند تا 40% آرای اخذ شده را از آن خود کنند، اما مردم تونس نسبت به کسب قدرت از سوی اسلامگرایان نظراتی متفاوت دارند. ما کسی را می‌خواهیم که به کشور خدمت کند، فرقی ندارد قدرت در دست کدام حزب باشد. یکی از فعالان حقوق بشر در تونس نیز میگوید طبیعتاً توجه زیادی روی همه احزاب و نه تنها جنبش نهضت داریم. به اینکه آنها چه میگویند و چه فعالیت‌هایی دارند و می‌خواهند چه خط مشی را پیروی کنند، حمایت از حقوق بشر یا منافع شخصی خودشان. همزمان با اعلام غیررسمی پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مجلس مؤسسان، برخی از شهروندان تونس نگرانی خود را از جاری شدن قوانین شریعت در کشورشان ابراز کردند.